دیروز در دنیای مجازی عکسهایی منتشر شد که راز قتل کیومرث پوراحمد را فاش می کند. دو عکس در کنار شهبانو فرح پهلوی ملکه ای ایران که احتمالاً از سفر این کارگردان فقید به پاریس بوده و در یکی از آنها ایشان دست شهبانو را به رسم ادب می بوسد. کیومرس پور احمد اهل فرهنگ و هنر بود و پیش از قتل دلخراشش فهمیده بود که یکی از بزرگترین خادمان فرهنگ و هنر این سرزمین شهبانوی جان ملکه فرح پهلوی بوده و به رسم قدرشناسی و حقشناسی بوسه بر دستانش میزند بوسه هایی که به قیمت جان او تمام شد و احتمالا در فرودگاه امام گوشی موبایلش چک شده یا به نامحرمی از آن دیدار گفته که به سراغش رفتند و بعد از شکنجهش او را به قتل رساندند و با صحنه آرایی قصد داشتند به دوستدارانش بقبولانند که خودکشی کرده است حال این سوال بر سر زبان ها افتاده که قتل داریوش مرجویی و همسرش وحیده محمدی فرهم هم یک قتل حکومتی از همان نوع قتل دیگر اندیشان بوده است یا نه توران پور احمد خواهر کیومرث پور کارگردان و فیلمساز ایرانی که سال گذشته درگذشت در, در اظهار نظری زیر روایت سپهر رکویی از زندانیان اعتراضات سراسری 1401 که از نحوه کشته شدن حمیدرضا روحی سخن گفته نوشت عزیز دلم برادر من پایش به جایی گیر نکرد ولی اول شکنجش کردند و بعد جسد بیجان او را به دار آویختند سپهر رکوی در یادداشتی برای خانه سینما با اشاره به روایت دوست حمیدرضا روحی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از نحوه کشته شدن او نوشت حمیدرضا پایش به جوی آب گیر کرده و افتاده بود سپس ماموران به سمتش هجوم آورده بودند سال گذشته انتشار تصویری از بدار آویخته شدن کیومرس هو رحمت در میان رسانه های ایران خبرساز شد برخی منابع حکومتی علت جان باختن این کارگردان ایرانی را خودکشی اعلام کرده بودند اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید